یکی از انگیزه هایی که موجب خشم خدا میشه انگیزه هرس و طمع. و یکی از بزرگترین و بارزترین نمونه های هرس و طمع، هرس و طمع قوم اسرائیل بعد از آزادی از مصر هست. وقتی خدا به شکلی شگفت انگیز قوم را از مصر خارج کرد و اونها را بیرون آورد، این قوم بعد از مدتی به یاد ماهی مفت و گوشت و سیر و پیاز و تره و خربزه کردند و شکایت کنان و گریان به موسی شکایت کردند که اون زمان وضع ما خوب بود و ای کاش در مصر باقی مونده بودیم. دل خدا به درد اومد و خدا خشمگین شد، چرا که خدا از هرس و طمع به هیچ وجه خوشش نمیاد، بلکه میخواد فرزندانش همیشه در روحیه شکرگزاری و قناعت زندگی کنند.